فوری امر لاساله منتقدینش را به سارنوالی معرفی میکند. 39 نفر به اتهام توهین و دشنام فیسبوکی به امر لاساله به لوی سارنوالی معرفی شدند و واکنش تازه امر لاساله در این مورد. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای امروز ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. امر لاساله منتقدینش را به سارنوالی معرفی میکند. با گزارش روزنامه 8 صبح، 39 نفر به اتهام توهین و دشنام فیسبوکی به امر لاساله به لوی سارنوالی معرفی شدند. در همین حال امر لاساله در واکنش تازه در صفحه فیسبوک رسمیش در این مورد چنین نگاشته است: درود به همه، می خواهم به همه تصریح نمایم که من کسی را به اتهام توهین، دشنام، ناسزاگویی در پای نوشته هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکردم. آنچه که در رسانه های اجتماعی دست به دست می گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان، یعنی رسا، به خاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است. رسا در وزارت عدلیه به عنوان یک سازمان ثبت است و زیر سایه قانون فعالیت می نماید. این سازمان در پهلوی تمام فعالیت های دیگر تعهد به مبارزه فرهنگی و تقویت فضای بلند و با وقار فرهنگی دارد. آقای صالح در ادامه گفته است: به نظر من ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسانها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود. من 1.5 سال می شود در فعالیت های رسا نقش ندارم. به خاطر معلومات بیشتر در این مورد لطفاً با دفتر رسا در کابل تماس حاصل نمایید و جزئیات را از آنها دریافت نمایید. به فضل خداوند افغانستان قانون دارد و این بر ماست که فضای قانون محور را تقویت بخشیم. این در حالی است که به گزارش روزنامه 8 صبح، 39 نفر به اتهام توهین و دشنام فیسبوکی به امر لاساله به لوی سارنوالی معرفی شدند. نهاد روند سبز یا رسا مطلق به امر لاساله معاون اول محمد اشرف غنی 39 مورد شکایت را در پیوند به توهین و دشنام در شبکه‌های اجتماعی به نشانی آقای صالح را در لوی سارنوالی ثبت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، روز سه‌شنبه 6 حوت به روزنامه 8 صبح گفت که 7 مورد از این شکایت ها چند پیش در لوی سارنوالی به ثبت رسیده بود. او گفت افرادی که علیشان شکایت درج شده طبق قانون به لوی سارنوالی احضار شدند. طبق معلومات رسولی 3 مورد شکایت 2 روز پیش و متباقی شکایت ها از سوی روند سبز روز گذشته دوشنبه 5 حوت در لوی سارنوالی ثبت شده است. سخنگوی لوی سارنوالی همچنان گفت که در شکایت نامه هایی که به لوی سارنوالی رسیده گفته شده است که از سوی این 39 نفر به آدرس رئیس روند سبز از طریق شبکه های اجتماعی توهین و دشنام صورت گرفته است. جمشید رسولی توضیح داد که از آنجایی که دشنام و توهین نظر به قانون در افغانستان یک مسئله جرمی است
سارانوانی در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است. به گفته او تا اکنون دو نفر برای سارانوانی برای پاسخگویی حاضر شدند و در اظهارات ابتداییشان گفتند که از آدرس فیسبوکی که توهین صورت گرفته است مربوط آنها نیست. سخنگوی لوی سارانوانی همچنان گفت متبقی افرادی که علیشان شکایت شدند تحت جلب و تعقیب قرار دارند. طبق معلومات رسولی و بر اساس شکایت نامه هایی که به لوی سارانوانی رسیده است، برخی از این افراد کارمندان وزارت های داخله، تحصیلات عالی، دفاع و اقتصاد هستند. جمشید رسولی اما گفت اسنادی که در اختیار لوی سارانوانی گذاشته شده است بر اساس اطلاعاتی است که در شبکه‌های اجتماعی در مورد این افراد وجود داشته است. به گفته او هویت این افراد پس از تحقیقات مشخص خواهد شد. این در حالی است که امرالله صالح در گذشته در یک پست فیسبوکی هشدار آمیز گفته بود که حافظه بسیار قوی دارد و چیز را فراموش نمی کند و تکنولوژی نیز به او در این راستا یاری می رساند. امرالله صالح پیش از این که به دست انتخاباتی محمد اشرف غنی دولت ساز بپیوندد از منتقدان آقای غنی بود. پس از پیوستن او به دولت ساز برخی روزانه در بخش دیدگاه پست های فیسبوک آقای صالح از او انتقاد می کردند. در همین حال خبرگزاری خاورمیانه در یک گزارش دیگری چنین نگاشته است: امرالله صالح منتقدینش را به سارانوانی معرفی می کند. چند تن از کارمندان دولتی که در صفحات اجتماعی از امرالله صالح انتقاد کرده بودند از سوی وی به سارانوانی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه لوی سارانوانی می گوید که 7 تن از کارمندان وزارت های مالیه، دفاع، اقتصاد، داخله و تحصیلات عالی و شرکت برشنا با اتهام توهین به صالح به این نهاد معرفی شدند. امرالله صالح بعد از پیوستن به دست انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته ها و اظهارات متفاوت نسبت به قبل از پیوستن به دولتساز داشت و از این جهت پست های فیسبوکیش با واکنش های زیادی و تندی روبرو شد. تعقیب کنندگان صفحه آقای صالح معاون اول دسته انتخاباتی دولتساز با رجوع به گفته های قبلی آقای صالح از او انتقاد می کردند. حالا لوی سارانوانی می گوید که 7 تن از سوی صالح و به اتهام توهین به این اداره معرفی شده و تعدادی از آنها مورد تحقیق قرار گرفتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوانی بر رسانه‌ها گفته بود که این افراد به اتهام بازگو کردن دیدگاه های انتقادیشان در نوشته های فیسبوکی آقای صالح به این اداره معرفی شدند. رسولی می گوید که یکی از موضوعات مندرج در کد جزای افغانستان که جرم پنداشته می شود مسئله توهین و دشنام است. سخنگوی دادستانی کل با بیان این که این افراد به صورت رسمی مورد تحقیق قرار می گیرند اظهار داشت که تا حال یک کارمند شرکت برشنا و یک کارمند وزارت تحصیلات عالی به سارانوانی آمده و تحقیقات از آنها ادامه دارد. شماری از افراد متهم می گویند که به هیچ کسی توهین نکردند و تنها در صفحه فیسبوک خود اظهارات آقای صالح را نقد کردند. گذر از نسل بی بندوبار و قدم زدن روزهای جمعه و رفتن تا پشتونستان واد برای صحت خوب است. از جمله نوشته هایی است که منتقدین آقای صالح به سارانوانی معرفی شدند. امرالله صالح به عنوان معاون اول آقای غنی در حال از منتقدین شکایت کرده که هنوز جنجال های انتخاباتی خاتمه نیافته چیزی مشخص نیست. با این حال معلوم نیست که آینده آزادی بیان بعد از حضور رسمی آقای صالح در بدنه حکومت چی خواهد شد، در حالی که بارها از آزادی بیان و عنوان دستاورد مهم حکومتداری در افغانستان یاد می شود. این در حالی است که نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید اگر شکایت و مشکل در رابطه با اظهارات نظرها در رسانه های اجتماعی وجود دارد باید از طریق کمیسیون رسیدگی و تخطی های رسانه‌ای اقدام شود، نه اینکه بلوی سارانوانی مراجعه شود.
دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.